بینندگان گرامی، خوش آمده به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی، سرخط مهمترین خبرهای امروز. تفتیش قضیه مرگ طفل تاجیک تحت نظارت جدی است. گوهر جورایوا، این بدون شک و شبهه کشتار بود. چرا اکمل شمس صبح 8 سال به ارتش نرفته است؟ ملاقات با سابق رئیس جمهور اسلامی افغانستان حامید کرزی. دو سودیه در دوشنبه برای پس زدن شان و اعتبار سودیه از وظیفه رانده شدند. از سه یک حصه مهاجران کاری روسیه از سه کشورهای آسیای مرکزی هستند. نخستین بار نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخارو و موقع رسمی کشورش را در رابطه با مرگ عمرعلی نظروی 5 ماهه بیان کرد. خانم زاخارو با اظهار تسلیت عمیق به خاندان و نزدیکان این طفل دیروز ابراز داشت که در رابطه با این حادثه دادستان شهر سنگ پترزبورگ پرونده جنایی باز کرده است. با گفته ماریا زاخارو وزارت کارهای خارجی تفتیش این قضیه را زیر نظارت خاصه قرار داده است و همچنین نهادهایی که بواسطه برای رخ دادن این حادثه سببگار شدند از جمله خدمات فدرالی روسیه وزارت‌های کارهای داخلی و تندرستی با تفتیشات داخلی خود را شروع کردند. همزمان فعالان گروه حقوق برای همه در رابطه با مرگ عمرعلی نظروی 5 ماهه در نزد اداره پلیس شهر سنگ پترزبورگ اعتراض کردند. آنها ابراز می‌دارند که عامل مرگ طفل تاجیک سرول سیاست ناعادلانه دولت نسبت به مهاجرت است و بعداً کارمندان پلیس. با گفته فعالان جامعه مدنی، کارمندان حفظ حقوق نباید کودک را از مادر جدا می‌کردند. همچنین گوهر جورایوا روبری مرکز اطلاعاتی و حقوقی مهاجرت و قانون ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی میر 24 مرگ عمرعلی 5 ماهه را کشتار نامیده ضرورت مجازات کردن گناهکارا را تاکید کرده است. او بر این نظر است که برای این میباید جزای جدی تعیین کرد، زیرا بجز هلاک شدن کودک آن به مناسبت های بین المللی خلل وارد میکند. این باور به مجازات شخصان در روسیه را که خارجیان را غلام شمارند کاسته میگرداند، ابراز داشته از خانم جورایوا. به اندیشه او چیزی از همه فاجعه‌آور برای کودک محروم ساختن او از امنیت بوده، منطقه امنیت او مادرش است و اگر این دیوار محافظات خراب کرده شود کودک خیلی آسیب پذیر میگردد. کودک را همیشه میتوان به دست خویشاوندانش سپرد، لیکن این کار باید به طرز دیگر به اجرا رسد. انسانگرایانه و موافق انعنه های روسیه، نه به این هنو که امروز بعضن در غرب رایجند. نزدیکان اکمل شمس ساکن دهه ارگش جماعت بوستانقلعه ناحیه بختر دعوا دارند که کارمندان کمیساریاتی حربی فرزند آنها را مجبوراً و با طور لاتوکوب به کمیساریاتی حربی بردند. آنها میگویند که بر اثر لاتوکوبی این جوان در شعبه جراحی عصبی بیمارخانه با نام بوری واحیدوی شهر قرغان‌تپه بستری شده است. اکمل شمسو 28 ساله با گفته خانواده‌اش ده مرد یا گوسفند پرور بوده و از این حساب به خانواده‌اش کمک می‌رسانده است. مقامات محلی میگویند که او 8 سال باز از خدمت در ارتش سرپیچی کرده است. سید محمد شمسو عمکی اکمل شمسو روز 22 اکتبر در زمینه شرح حادثه به رادیوی آزادی گفت که ساعت تقریبا 3 روز گذشته حدود 8 نفر کارمندان کمیساریاتی حربی اکمل را در نزدیکی مکتب رقم 38 لاتوکوب کردند. احمد اشورالیف کمیساریاتی حربی نوحیه بختر در صحبت با رادیو آزادی دعوایی را که در وقت جلب یک جوان به سربازی به میون آمده است تصدیق کرد، اما گفت که در وقت جلب اکمل شمس و کارمندان آنها حضور نداشتند، بلکه دعوت به ارتش و کارمندان جماعت دهات بوستانقلعه انجام دادند. دفتر مطبوعات وزارت مدافع تاجیکستان در رابطه با این حادثه گفت که سبب اصلی رخ دادن این حالت را تحقیق نموده و سپس آن را شرح خواهد داد. حامید کرزی سابق پرزیدنت افغانستان با یک سفری کاری دوستانه وارد تاجیکستان شد. امام علی رحمان و حامید کرزی در ملاقات مسائل وابسته به رشد گسترش مناسبت های دوستانه و همسایگی نکوی تاجیکستان و افغانستان را بررسی کردند. ضمن صحبت دوستانه دایر به موضوعهای گوناگون وابسته به مناسبت دو دولت همسایه و مردمان همفرهنگ آنها، اعضای کنونی و دورنمای افغانستان و تاثیر آن به منطقه و همچنین اطراف مسائل دیگر منطقوی و جهانی گفتگوی سودمند صورت گرفت. طور تاکید گردید برای حفظ ثبات و آرامی در منطقه ترغیب فرهنگ تعامل پذیر و پیشگیری از عملهای نامطلوب جامعه چون تروریسم و افرادگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر از همه امکان و ذخیره های موجوده فعالانه استفاده باید برد.
Дилшод Аминзода, судьяи суди ноҳияи Синоп ва Мағфират Азимова, судьяи суди ноҳияи Фирдавсӣ бо фармони раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон барои риоя накардани қонун ҳангоми баррасии парванда рӯзи 22 октябр аз кор сабукдӯш карда шуд. Дар фармони раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон сабаби барканории Дилшод Аминзода, судьяи суди ноҳияи Синоп ва Мағфиратҷон Азимова, судьяи суди ноҳияи Фирдавсӣ гуфта мешавад ки барои риоя накардани қонун ҳангоми баррасии парвандаҳо ё содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судьяро паст мезанад, аз вазифаҳояшон озод гардиданд. Инчунин дар ин рӯз бо фармони президент якчанд нафар судьяҳо аз вазифа барканор ва чанд нафари дигар таъин шуданд. Наҷмиддин Саидов, раиси Тоҷик Содиротбонк дар Данғара ва бародари Абдуфатои Ғоиб, раиси Хадамоти Гумрук, бо пардохти ҷаримаи тақрибан 200 ҳазор сомонӣ аз боздошт раҳо шудааст. Манбаи яке аз додгоҳҳои шаҳри Душанбе ба радиои Озодӣ гуфтааст, қарори раҳоии Саидовро рӯзи 19 октябр содир кардаанд. Ба иттилои ҳамин манба, Наҷмиддин Саидов ду ҳафтаи пеш бо иттиҳоми қалобӣ боздошт шуда, алайи ӯ бар асоси кодекси ҷиноӣ парванда бозгардида буд. Дар озоди будани Наҷмиддин Саидов дар бонки Тоҷик Содиротбонк низ тасдиқ карданд. Аз ҷумла муовини Саидов дар суҳбат ба Озодӣ гуфтааст, ки роҳбари ӯ расман дар рухсати меҳнатӣ аст ва баъдан аз анҷоми рухсат ба кор шурӯъ хоҳад кард. Ёдовар мешавем ки 15 октябр аз оҷонсии зидди коррупсияи Тоҷикистон хабар дода буданд, ки дар даҳаи аввали моҳи ҷорӣ сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон Наҷмиддин Саидов бародари Абдуфатои Ғоиб, раиси хадамоти гумрукро боздошт карданд. Тибқи иттилои ғайрирасмӣ, Наҷмиддин Саидов барои ваъдаи як мақоми ҳукуматӣ аз як шаҳрванд 400 ҳазор доллари амрикоӣ гирифтани шуда ва дар вақти дарёфти қисмати аз ин маблағ боздошт шуд. Бонки Авроосиёи Рушд дар таҳлиле ки ахиран интишор дод мегӯяд, таносуби интиқоли пули муҳоҷирон барои Тоҷикистон бештар аз 40 дарсади даромади нохолиси дохилист, барои Қирғизистон ин рақам 30 дарсад аст, аммо Узбекистон хеле камтар ниёзманди пули муҳоҷиронаш мебошад. Дар ин маъруза гуфта мешавад ки нимсолаи аввали соли 2015 шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон, ки дар маҷмӯ 45 миллион нафар ҷамъият доранд, аз 3-1 ҳиссаи ҳамаи 11 миллион табаи хориҷии Русияро ташкил доданд. Ин дар ҳолест ки ин се кишвар аслан бо Русия дорои марзи муштарак нестанд. Манба ҳамчунин мегӯяд ки зарфи ним соли сипарӣ шуда 840 нафар шаҳрвандони Узбекистон дар Русия соҳиби иҷозатномаи кор шудаанд. Пажуиш нишон додааст ки бисёре аз муҳоҷирон ба Русия на бо хоси худ, балки аз зарурат мераванд ва дар ин кишвар ё буда намехоҳанд ва ё қасди доимӣ мондан надоранд. Масалан, аксари касоне ки аз Тоҷикистон мераванд, танҳо ба хотири таъмини хонаводаҳои худ қасди муҳоҷират мекунанд. Бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии имрӯз ба поён мерасад. То бахшҳои навбатӣ, худо нигаҳбонатон. Хайр.